Hello and welcome to the first part of grammar. In this section we are going to be talking about different grammars which are used for simple contexts and also we call them simple past, simple present, simple future. The point is in this session we are going to cover simple present. میخوایم اولین بخش از گرامر ها رو شروع بکنیم تو این فصل کلا قرار گرامر های سیمپل رو با هم دیگه کار بکنیم در این بخش سیمپل پرزنت رو با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم Let's get things started قبل از همه چیز امیدوارم حالتون هم خیلی خوب باشه Let's get things started So let's. Uh, I, I'm really so happy that we are here, and you are especially here because you're going to make yourself special and that is the thing that is useful for you right now and in future کاری که ما میکنیم اینه که اولین حالت یوزج های مختلف این گرامر رو میبینیم استفاده ها و موارد استفاده رو ببارتی میبینیم یه سری اگزمپل همینجا میبینیم بعدش سترکچر کلی این گرامر uh, در حالت های مختلف رو دوباره با هم دیگه بررسی و در پارت سوم اگزمپل ها که همونطور توی م... همونطور که توی معرفی دوره خدمتتون عرض کردم اگزمپل های این بخش از رایتینگ هایی که توسط اساتید نوشته شدن بررسی شدن بنابراین اگزمپل ها خیلی مهم هستن همونطور که میبینیم اگزمپل ها می‌بینیم که این گرامر اصلا چه استفاده‌ای داره در رایتینگ چه استفاده‌ای ممکنه داشته باشه در اسپیکینگ در یک فورمال باشه گرامر رو ما با یک جمله معروف همیشه شروع میکنیم توی دورمون و این جمله جمله هستش که در اون یا از این گرامر استفاده شده و یا به این گرامر اشاره میکنه Today we have a, an example from Albert Einstein. He says, I have no special talent. I am just passionately curious. میگه که من هیچ استعداد خاصی ندارم فقط من به شدت کنجکاوم. آلبرت اینشتین هم چی حرفی زد خب ما دو تا مثلا گرامر پرزنت میبینیم اینجا دو تا ورب پرزنت میبینیم اینجا که شما میتونید در انتهای جلسه اگه الان نتونستین تشخیصش بدید So uh, let's cover the usages and this beautiful girl is trying to find out about the grammar. Let's find the usages. Here we are going to learn about the usages of different uh, different usages of present simple. So We have function, and example. Function is the thing that this verb does. An example is the example of this kind of action, activity. خب ما از um, grammar simple present مثل های wake up, rotates, stars یا همه اینها در ساختارهای مختلف برای بیان معانی مختلف استفاده کنیم. این part of speech که اینجا میبینی اشتباهی part of speech نیستن اینها به عبارتی. صرفا usage مختلف یه خلاصه ایم. برای برای این روتین ها فکت ها حقایق پلن ها دیرکشن ها دستورات حتی اپینین ها عقاید خودمون فیلینگ ها ساینس برای حالا دقیق ترش رو بعدا و تروس حقایق دوباره استفاده میکنیم خب روتین ها یعنی چی؟ روتینز فور Expressing habits or routine یه yes, سری yeah. شخصی روتینی داره من من علی پور هر روز یه کاری انجام میدم من هر روز یه کاری انجام میدم با سیمپل پرزنت میگم I wake up at 6 a.m. every morning General truths or facts حقایق عمومی widely accepted مثل the earth rotates around the sun زمین دور خورشید میگرده میچرخه خب ما نمیتونیم بگیم زمین دور خورشید چرخید میتونیم بگیم ما میک سنس نمیکنه برای طرف مقابلمون دیگه زمین دور خورشید میچرخه الان میچرخه همیشه چرخیده پلان ها اگر یه موقعی دارین در مورد یه کاری حرف میزنین میخواین یه پلانی رو بیان بکنین مثل چی مثلا یه کنفرانسی شد دعوت شدین when does the conference start کی شروع میشه و جواب اینه the conference starts at 10 am کنفرانس ما در ده صبح آغاز میشه خب پس اینها پلن ها برای scheduled events یا schedule schedule هم پرانسیشه متعادی از schedule or future plans so the meeting starts at 10 a.m. tomorrow the video begins in 5 minutes the war begins in 3 seconds okay the game begins the game commences in 10 seconds بازی در ده سانیاتی شروع میشه begins علا اینکه که داره در مورد کی صحبت میکنه آینده بچه ساختار علا رقم این که سیمپل پرزنت اسمش چرا اسمش این شکلیه؟ چون وربش در مود پرزنتش داره صرف میشه اصلا دونستن اینها مهم نیست دونستن اینکه این چه معنی رو با خودش حمل میکنه مهمه شما اگر میخوای در مورد یک کنفرانسی که داره شروع میشه یا در یک زمان خاصی شروع میشه میتونی از سیمپل پرزنت استفاده بکنی از something does something استفاده بکنی این شکلی بهش نگاه بکنی یه چیزی یه کاری انجام میده direction instructions or directions راهنمایی دادن ها مسیر دادن ها instruction دستور عمله، چجوری یه کاری انجام بدیم پرست بارن خیلی Uh, رایجه پرس بارن تو استارت درا the پترن اوکی اینها حالت های امری هم دارن دیگه میشه گفت مثلا این کار رو انجام بده درا د پترن آی دون نو فرست فرست یو هاف تو اول باید این کارو بکنی then you must بعد باید این کار رو بکنی هفته ماست در ساختار به عنوان ورب اگه نگاهشون بکنیم uh, دارن در ساختار پرزنت uh, صرف میشن اما سال هفته و ماس نیستن مدالن توی فصل پنجم یا ششم در مورد مدال ها میخونیم اینکه چرا استفاده میکنن ولی میبینیم که اینستراکشن و direction هم میتونیم uh, با اونها هم استفاده بکنیم uh, با کاربرد اونها هم میشه معانی مشترکی رو بیان کرد حالا چه تفاوتی وجود داره با همدیگه بعدا در موردش صحبت opinions huh? oh man dar uh, ye expressing opinions or thoughts i think it is important to exercise regularly talking about feelings emotions or sensory experiences i love the smell of fresh flowers in the morning reporting on scientific or mathematical laws water boils at 100 degrees celsius expressing universally accepted truths or proverbs. Time flies when you're having fun. Item که دیدیم در مورد آپینیم بودن نظر خدا هم بگم feeling hum نه در مورد احساسات هم بگم I love the smell. I loved the smell. مال موقعی که میخوام خاطره بگم خب توی بخش بعدی در مورد پست میبینیمش Reporting on scientific news or mathematical laws یه چیزی مثل همون آیتمی که اینجا دیدیم The earth rotates around the sun Water boils at 100 degrees Celsius هر موقع خاصیت کلی جهان فیزیک جهان اطرافمون رو میخواستیم به بارتی اکسپلین بکنین از present simple میتونین استفاده بکنین و truth هایی که پروورب ها اصطلاحات عباراتی که um, مصطلح هستن رایج استفاده میشن در زبان مثل تایم فلایز تایم فلایز زمان تند میگذره میشه تایم فلایز تایم فلایز when you're having fun وقتی داری خوش میگذره بهت زمان تند میگذره یه استوری هم بگم یه uh, مسئله هست از آینشتاین ولی زیاد مستدل نیست مستند نیست این میگفتش که طبق قانون um, نظری نسبیت شما when you're having actually a conversation with a beautiful girl or boy time flies for you یعنی زمان um, برات خیلی تون میگذر، میگذره but when you're actually Um, doing something boring or something that you don't enjoy زمان خیلی کند برات میگذره این این رو مثلا نسبت داده بودن به آینشتاین آینشتاین که همچین زده ولی البته همچین حرفی نزده خب. I'm not sure <laughs> بعد هم پیدا میکنم و میگن که همچین زده خب چرا کلی همونیه که گفتم دوست ندارم ولی دیگه مجبوریم در مورد صحبت بکنیم uh, یه سری ببینیم چه شکلی بچه when the doer does something ما وربمون امدتاً در اس یا ای به عبارتی ختم میشه. Uh, I speak, you speak, he speaks, she speaks and etc. We speak. Um, and again in negative context ما میتونیم فرمت نگتیف داشته باشیم براش. Uh, I do does not plus uh, do something for example I don't speak, she does not speak یه سری فعال هستن، مثل همیز به اسم فعل های تو که باشون I am a doctor, I am not a doctor اونا رو اینجا ننوشتم اینتریگیتیوش هم به شکل مقابل Does someone به عبارت دوباره بعدش base form of verb base form of verb مثلا speak base formش چیه؟ همون speak دیگه هر وربی که میبینیم وقتی میخوایم ریفر بدیم به یه وربی با اون base formش صحبت میکنیم پس من میگم ساختار do you love someone do you like something خب. پستی شد دو you like این شکلی شکل میگیر جمعه من. حالا اگه امیزاره بود همون فلای توبی بود که گفتم چند ثانیه پیش اون هم دوباره جاشون با این، اینا عوض میشه فرض من بر اینه که شما اینا رو میدونید بنابراین صرفا برای اینکه مروری بشه اینجا براتون نوشتمش مثال هایی از positive, negative و interrogative ببینیم Positive. I walk to work. He eats breakfast every morning. They play tennis on, the on weekends. Negative. I do not like coffee. She does not watch TV in the morning. They do not speak Spanish. And interrogative. Do you or does she play the piano? Does she or do you like ice cream? And do they live in the city? You know, همین سوال‌های سوال‌های اساسی استرکچر دوباره uh, به ازای هر کدومشون من براتون جدا از زبان یکی از این عزیزان گذاشتم uh, Do you like ice cream? Does she play the piano? Uh, the piano and do they uh, live in the city؟ که okay, میتونین ببینین حالا اگزمپل هایی که داریم از آیلز رایتین کنیم In my opinion, so-called extreme sports are not as dangerous as many people think این کدوم استفاده است؟ I'm waiting for you. In my opinion, so called extreme sports are not as dangerous as other things. All sports involve some element of risks, and there should always be clear regulations and safety procedures to reduce the possibility of accidents. ما چه وربی رو داریم اینجا که در این ساختار استفاده شده باشه involve چه ورب هایی هستن که بیس فورمن be بیس فورم همیز R میتونیم بهش بگیم reduce بیس فورمه بعدها یاد میگیریم که بعد از to ما باید reduce مثلا استفاده بکنیم باید base form استفاده بکنیم یه سری yes, شرایط هم هست که البته غالبا همچین چیزی چیز صادق نیست اما کدوم یکی ای از اینها فعلا با اون منطقی که ما گفتیم این پلی اسپورتس اینوالو سمثینگ این چه چیزیه دوباره داره یک فاکتی رو به ما میگه دوباره داره یک جنرال تروثی به ما میگه میگه دی ارث روتیتس اراوند د سان یه چیزی مثل همین all sports you know, for example involve some element of risk and that is useful for us While I support regulations and safety measures, I believe that it would be wrong and almost impossible to ban extreme sports. اینجا دوباره برای بیان اپینینش. و, و در آخر, I completely disagree with the idea that these sports are too dangerous and I therefore believe that they should not be banned. دو تا ورب داریم که در این ساختار استفاده شدند. آنها اینای هستند که میبینیم. completely disagree و I believe بین I believe هم یک لغت اومده که به ما کمک بکنه شدت این عمل رو تشخیص بدیم در مورد این لغات با هم دیگه صحبت میکنیم که این اصلا در واقع therefore I believe بوده که حالا I therefore believe شده و یک ساختار زیبایی رو شکل داده Thanks for being with us. I hope you have enjoyed this session. I hope you have learned about present simple. And I hope right now, if you can see, if, if you see them, you can detect them and with practice, you'll be able to use them. Take care of yourselves. See you.